بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتر در انتظارتون باشد از این هوای زیبای بهاری واشنگتن دوم اردیبهشت 1398 با شما از پایتخت آمریکا در تماس هستیم. امیدواریم شما هم برنامه ها رو ببینید، تماشا کنید، نظر بدید و شریک باشید در ساختن این برنامه. و اما عملیات تروریستی در سریلانکا از کلیساها گرفته تا هتل‌های معروف که بیشتر افراد خارجی و خبرنگارا و اینها اونجا هستن و گفته میشه که بعد از حمله سپتامبر 11 یا اون 11 سپتامبر سال 2001 اون هواپیماها رو به ساختمان‌های نیویورک زدن و به پنتاگون زدن و در پنسیلوانیا به زمین زدن و اینها، این بزرگترین عملیات تروریستیه و اینجا هم متاسفانه این رئیس جمهور نادان ما برداشت نوشت 138 میلیون کشته شده که بعد بهش گفتن احمق اقلا بدی به یک کسی نگاه کنه قبل از اینکه دکمه رو بزنی، عوض کرد، این بار برداشت نوشت 138 نفر کشته شدن، بیش از 600 نفر زخمی شدن. بهش گفتن شما این خبرها رو از کجا میگیری؟ هیچ جایی نداره، همینجوری الکی از تماشای تلویزیون ها و اینها. و نباید اینجوری باشه، کسی که مقامش رئیس جمهوری آمریکا هست نباید اینجا باشه. البته تا الان بیش از 200 نفر و بیش از 500 200 نفر کشته و بیش از 500 نفر زخمی مجروح که خبرش رو کاملا مستند براتون میخونم و نشون میدم. من سلام میکنم به تمام دوستان، آقای مهدی خانساری هم اینجا هستن، ایشون هم یکی از افراد با سابقه در کار سیاست هست که ما فرصتی پیش بیاد از ایشون سوال میکنیم چی شد آقا اون دوستمون که دوست ایشون البته دوست ما نبوده، آقای چی بود آمدند و با اون پاسدار مدحی و اینها بعد رفتن ایران گویا، بعد بعضی ها میگن نه نرفتن ایران، ببینیم چی هن اینا، چرا میان اینجوری هم به اصطلاح مردم رو ناامید میکنن هم خودشون رو بدنام میکنن و بعدم میرن دنبال کار و زندگی خودشون انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. و هم با صحبت از ترامپ شارلاتان و این حماقتش رو، ترامپ از افتضاح کم کم داره به استیضاح میرسه. استیضاح رو اینجا آمریکایی‌ها به نام ایمپیچمنت میگن، اون چیزی بود که 40 سال پیش شایدم بیشتر نیکسون یقش گرفته شد و قبل از اینکه به اصطلاح چی بشه مجبور شد استعفا بده و بره. اون چیزی بود که بیل کلینتون به خاطر کارهایی که کرده بود، کارهای خلافی که کرده بود، ایمپیچ شد توی مجلس، به اصطلاح استیضاح شد ولی سنا قبول نکرد. الان هم میگن همین ماجرا برای این اتفاق میفته، اگر نمایندگان دموکرات این رو ایمپیچ کنن وقتی که میره به سنا، مجلس سنا چون اکثریتشون نمایندگان جمهوری خواه یا ریپابلیکن هستن، اونها این رو رد نمی کنن و به ضرر به اصطلاح چیز میشه و دو دستگی در آمریکا بیشتر میشه. یه دلیلی هم که نانسی پلوسی سخنگوی مجلس گفت من نمیخوام به اصطلاح این ماجرا به ایمپیچمنت کشیده بشه، میگن بر اساس تاریخ، بر اساس شواهد و قرائن، هر وقت که ایمپیچمنت شده سخنگوی مجلس از بین، یعنی کارش رو از دست داده و این خانم با وجود که 79 سالش هست هنوز ولکن نیست و از ترس شغلش میگه من اون کار رو حتی اگر درست باشه انجام نمیدم. ولی هستن افراد دیگه‌ای که حسابی پشتش رو گرفتن و ببینیم حالا چه خواهد شد. و اما ببرمتون به Voice of
امریکا فکر کنم، بله، وزیر خارجه آمریکا گفت خرید نفت از ایران به طور کامل باید به صفر برسد. این وزیر خارجه آمریکا همون قوچلیه که حتی اون رهبر کره شمالی گفت ما این مرتیکه رو نمیخوایم بیاد درباره به اصطلاح روابط دو کشور صحبت کنه. حالا ببینیم که در رابطه با ایران چه اتفاقی خواهد افتاد. آقای زمانیان باز هم سلام، از ایران هستن ایشون با من و خدمت آقای خانساری هم که سلام کردم. خودداری دیوان کیفری بین المللی لاهه از تحقیق در خصوص جنایات جنگی افغانستان. باورتون میشه دادگاه لاهه که این آقا رضا شنگول میخواست خامنه ای رو ببره دادگاه لاهه، که همه بهش گفتن نادان، دادگاه لاهه که برای فرد نیست، برای دولت ها و کشور ها و اینها هست، دست از پا درازتر آمد و اون وکیلش هم گفت بابا اصلا این نادان، این دیوانه است. پس از کش و قوس های فراوان دیوان کیفری بین المللی لاهه جمعه 12 آپریل 2019 درخواست فاتو بنسوتا دادستان دیوان مبنی، این همون بود که ویزاشو اینجا کنسل کردن نیذاشتن بیاد، مبنی بر انجام تحقیق در خصوص جرائم جنگی و جنایات علیه بشریت اتکا یافته در جریان جنگ افغانستان را رد کرد. شعبه مقدماتی دیوان در رأی خود استدلال کرد که تحقیق و بررسی در خصوص این جرائم هیچ نفعی برای عدالت کیفری بین المللی نخواهد داشت. چرا بابا؟ نفعش ای که اقلا اگر دیکتاتورها و دیوانه های جنگ جنگجون هم جنگ افروز میخوان که جنگی را بندازن، ممکنه بگن بعد ما هم ممکنه مثل اینها گرفتار بشیم، اسیر بشیم و به اصطلاح مراحل قانونی درباره اون اجرا بشه. ولی وقتی شما این کار رو میکنید دست اینها باز میشه و هیچ ترسی وجود نداره. اجازه بدین من راجع به سریلانکا براتون این دوربین رو بذارم، کمرای شماره 3 صفحهش رو هم یه جوری تنظیم کنم که صفحه کامل و پر بشه و این هم از این. بله، خب میگه حملات سریلانکا، دولت جماعت ملی توحید را مسئول میدانند. این خبر 6 ساعت پیش گزارش شده. دولت سریلانکا بر این باور است که یک گروه تندرو اسلامی به نام جماعت ملی توحید عامل حملات انتحاری متعدد در این کشور است که جان نزدیک به 300 نفر را گرفت. راجت سنارتون سخنگوی دولتی و یکی از وزرای کابینه این کشور گفت دولت مشغول تحقیق در این باره است که آیا این گروه از حمایت یک شبکه بین‌المللی برخوردار بوده یا نه. تا دیروز 7 نفر را هم در این رابطه دستگیر کرده بودند. پیشتر نیز وزیر بهداشت سریلانکا گفته بود یک گروه اسلامگرا عامل این حملات بوده است. دیروز یک شنبه 21 آپریل یک اردیبهشت 6 انفجار انتحاری همزمان و بعد 2 انفجار دیگر در چند کلیسا و هتل لوکس در کولومبو پایتخت باعث کشته شدن بیش از 290 نفر و زخمی شدن حدود 500 نفر شد. یک بمب هم در فرودگاه بین المللی کولومبو خنسا شد. در حالی که سریلانکا غرق در بخت و اندوه شده و جامعه جهانی یک صدا این حملات را محکوم کرده، هنوز گروهی رسما مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. پلیس 24 نفر مظنون به عضویت در یک گروه افراطی را دستگیر کرده. بعضی وقتا پلیس برای که مردم ساکت باشن و صداشون در نیاد یه عده‌ای رو میگیره، بعدن میگن اصلا اینا در این رابطه نبودن، ولی حالا باید صبر کرد و دید چه خواهد شد. خب اجازه بدید که بریم سراغ دیگر خبرها و ببینیم که در دنیا چی میگذره و چه باید کرد.
حسین سلامی گفت نتنیاهو، حسین سلامی نتنیاهو و آرامش مهره ها. حتما میپرسید که این حسین سلامی کیه. اتفاقا امروز برای آقای دکتر رضا سلامی فرستادم و به شوخی نوشتم آقا این برادر شماست. میگه که انتصاب حسین سلامی به فرماندهی کل سپاه پاسداران برای سپاه، جامعه نیروهای مسلح، میدان خارجی عملکرد سپاه و دیپلماسی ایران دارای اهمیت است. این ارتقا برای آقای سلامی در حالی اتفاق افتاد که بقای سیاسی بنجامین نتنیاهو در اسرائیل در انتخابات اخیر تضمین شد و سپاه پاسداران عملاً شاهد دو جبهه فوری با پتانسیل افزایش درگیری است. جبهه خارجی که یک طرفش حملات گزنده و تحقیر کننده اسرائیل در سوریه است و حالا با تروریستی خوانده شدن سپاه از سوی آمریکا چشمانداز گسترش این حملات به دیگر نقاط خاورمیانه و حتی داخل ایران هم به تصویر اضافه شده است. دیگری افزایش ناآرامی های اجتماعی و افزایش تحرک گروه های مسلح در نقاط مختلف با چاشنی حمایت زیرپوستی از خارج است. خب آقای نگهبان نوشتن درود جناب سوربی، بهار واشنگتن را وابنه، بهار شیراز را داشته باش. این وابنه هم وابده است، وابده آقا. بوی بهار نارنج و ترنج شهر را فرا گرفته. چه قشنگ گفتید. اینجا از این بو و خاصیت ها نیست، یکی هفته این شکوفه ها میان و بعدش از بین میرن. در هر صورت خب ما که دستمون فعلا به شیراز و بهار و نارنج و جهرم و اینها نمیرسه، با همین چند روز شکوفه ها و اینها خودمون رو دلخوش میکنیم و شاد نگه میدن. میدونید که این پاکستان و ایران دیداری داشتن و آقای عمران خان، این آقای عمران خان هم یه آدم خیلی با شر و شوریه مثل ترامپ، ولی فکر نمی کنم هیچ کس به پلیدی و به کثیفی ترامپ باشه. این مردکی که هفته پیش، دو روز به اصطلاح بعد از اون ماجرایی که ریپورت میلر آمد بیرون، میگفت که خیلی خوب آدمیه این میلر و من تبرئه شدم، همچین که دیگران بهش گفتن بی سواد احمق، تو نخوندی اینو، 448 صفحه است، 10 سال طول میکشه تو بخونیش. این محکوم که نشد، میگی آد نشدم یعنی تبرئه شدم، هیچ، میگه که حدود 15 تا دادگاه دیگه هست، باید صبر کنین، تازه پرونده تو داده که مجلسین تصمیم بگیرن که تو چه موجود پلیدی هستی و چه جرمی رو باید به اصطلاح برات در نظر بگیرن. عمران خان در ایران گفته که روحانی از تشکیل نیروی واکنش سریع مشترک مرزی با پاکستان خبر داد. حسن روحانی، این اکثر هم که میبینید اینجا، این دوتا عمران خان و روحانی دیدار داشتن. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دیدار با عمران خان نخست وزیر پاکستان که به تهران سفر کرده، از تشکیل نیروی واکنش سریع مشترک در مرزهای دو کشور برای مبارزه با تروریسم خبر داد. آقای روحانی در نشست خبری مشترک با عمران خان با اشاره به حملات در مناطق مرزی دو کشور گفت خوشحالیم طرف پاکستانی گروهک هایی که فعالیت های غیر انسانی دارند را تروریست اعلام کرده و با آنها به عنوان تروریست برخورد می کنند. عمران خان نخست وزیر پاکستان برای دیدار دو روزه به ایران سفر کرده است. او روز یک شنبه اول اردیبهشت در ابتدای سفر خود به مشهد رفت و یک شنبه شب وارد تهران شد. مراسم استقبال رسمی از عمران خان روز دوشنبه صبح در کاخ سعدآباد تهران و با حضور آقای روحانی انجام شد. همینجوری که می‌بینید اون با لباس شخصی و با تنبان، این روحانی هم با عبا و عمامه.
خب چه می شود، چه باید کرد؟ هنوز جوابی نیست. ببینیم اینجا چی گذاشتیم، باز بهتون نشون بدیم. و اما میگه که کاخ سفید گفت یا نوشت، اینجا بذارید براتون بنویسم، این خبر جالبه. من میخوام یه نفر مثل آقای خونساری که این چیزهای بین المللی رو میدونن و اینها به ما بگن چرا علامت پرچم روی این کشتی، اون علامت به اصطلاح چیز جمهوری اسلامی رو نداره. ببینید اینجا اگه این رو بزرگتر کنیم، وسط سبز و سفید و قرمز، این علامته اون علامت جمهوری اسلامی نیست. البته این نوشته شرکت ملی نفتکش ایران و میگه کاخ سفید گفت دونالد ترامپ معافیت‌های خریداران نفت ایران را تمدید نمی‌کند. از این طرف فرمانده نیرو دریایی سپاه گفت اگر از استفاده از تنگه هرمز منع شویم آن را خواهیم بست. واکنش مسکو به انتخابات اوکراین یا یوکراین، پیروزی زلنسکی فرصتی برای بهبود روابط است. این آقای زلنسکی همون کمدیانیه که نقش رئیس جمهورا رو مثل بازی میکرده و بعدا جدی جدی آمده و حالا هم رئیس جمهور شده. حسن روحانی گفت نیروی واکنش سریع در مرز ایران و پاکستان تشکیل میشود. ببخشید مثل با این حسن روحانی ما حساسیت داریم. خب گفت من از رژیم بدم میاد، چه رژیم غذایی باشه چه رژیم ایران باشه، رژیم حکومتی باشه. خب کاکا جون صبح بخیر. ما اون روز یک کتابی به دستمون رسید، چون میدونم که پتیک اهل کتاب خوندنه، براش فرستادم. این کتاب پی دی اف بود، اینترنتی بود و کتابه هست، کتاب قحطی بزرگ نسل‌کشی انگلستان در ایران. حتما شما هم شنیدید که یه زمانی با یک فمن قحطی مصنوعی درست کردن نیمی از جمعیت ایران کشته شده. یعنی اون موقع که مثلا جمعیت 20 میلیون بوده 10 میلیون کشته شده، 10 میلیون دوباره شروع کردن که بعد در دوره پهلوی ها به 35 و الان هم به 80 خورده رسیده. میگن که 100 صفحه از این کتاب وحشتناک و خوف‌آور را خوندم. تلفات آنقدر بالاست که حد و حساب ندارد. طبق معمول انگلیس به کارهای شیطانی خود در حد اعلا انجام وظیفه و آمریکا هم در پشت تایید میکند. جالب است که آمریکا کمک‌های هم به قحطی زدگان از طریق میسیونرهای و دیگر ارگانیزهاش میکنه. یعنی بله، چند نکته استخراج کردم که براتون مینویسم. قانون آزادی مطبوعات در انگلستان وجود ندارد، اما در آمریکا بعد از 30 سال باید در دسترس قرار بگیرد. البته در موارد خاص مانند قتل کندی استثناء وجود دارد و اون مدارک به اصطلاح بعد از 30 سال آزاد نمیشه. آقای نویسنده هم از این مورد استفاده نموده و مدارک استخراج شده را استفاده کرده و این کتاب را نوشته. جمعیت ایران در 1914 میلادی بالغ بر 20 میلیون نفر بوده. حال آنکه 5 سال بعد به 11 میلیون تنزل پیدا میکنه. این تلفات بیشتر از قتل عام ارامنه و نسل‌کشی یهودیان بوده که در هیچ کجا نامی از آن نیست. عوامل بسیاری در قحطی مؤثر بودند. یک سال و نیم در هوای مشهد برف و باران نباریده. ثروتمندهای همدان به خاطر پول گندم‌ها را به انگلیسی‌ها فروخته. محرومیت از درآمد نفتی توأم با تقلب و نابسامانی در نرخ ارز، احتکار گندم توسط شاه و فروش در قیمت فوق‌العاده، نه این شاه، فکر کنم زمان احمد شاه بوده، کی بوده؟ 1910، چون 1920 مثل که بگو 40 سال و 57 سال، 97 تا از، یعنی نبوده، زمان پهلوی ها نبود. در هر صورت
فروش در قیمت فوق‌العاده بالا. خلاصه کاکو جون چنان شیر تو شیری بوده که گفتن نداره. پدر ایشون متولد 1905 و در آن قحطی 10-12 ساله تعریف میکرد که مردم به علت نبود خوراک علف میخوردن و شکمشان باد میکرد. یک بار هم دیده که زنی از خری که مرده بوده گوشت میکند که برای پختن ببرد. این هم از شیراز. جمعیت 50,000 نفری شیراز 10,000 نفر تلف شدند. اینم از این آقای سلیمانی. منم به شما سلام میکنم و ممنونم که با ما هستید. و این هم از این ماجرا. و اما اردیبهشتگان جشن گلها شاد و خجسته باد. یعنی آقای دکتر اهورا پیروز خالقی یزدی که ادعا میکنه دکتر هست و ما از پرسیدیم آقا شما این دکتراتون رو از کی گرفتید، در چه رشته‌ای گرفتید، چه سالی گرفتید، و نگفت. معلوم بود که ایشون هم مثل دیگران دروغ میگه. تازه مهمم نیست، اینها دیگه از مبارزه دست کشیدن و فقط فکر اینن که تو تقویم نگاه کنن امروز فروردینه، فردا اردیبهشته، جشن بگیرن. آفر. بعدا ببینن که آقای فرخزاد مرده، سر سالش برن سر خاک اون و به هم درود ورود بگن و خوش باشن. اردیبهشتگان جشن گلها شاد و خجسته باد. اردیبهشت ماه را در سراسر ایران اوج زیبایی بهار می دانند و در ایران قدیم در این هنگام از سال در ستایش از زیبایی های طبیعت جشنی برگزار می شد. اردیبهشت روز از اردیبهشت ماه برابر با سوم اردیبهشت. در گاه شماری ایرانی اردیبهشت از واژه اوستایی اشع و هشته و پهلوی ارد و هشته به من که بهترین راستی و همچنین نام یکی از امشاسپندان جاودانان مقدس گرفته شده است. ایرانیان در این روز لباس سپید که نماد پاکیست برتن می کنند و به ادوریان یعنی آتشکده اصلی هر شهر می روند و نیایش اهورامزدا را به جا می آورند. اردیبهشت همچنین نگاهبان آتش است، چرا که آتش بهترین جلوه‌گاه راستی و پاکی به شمار می رفته است، چنان که همه امشاسپندان دارای دو روی مینویی و زمینی هستند. مینویی یا مینوی. این امشاسپند در جهان مینوی یا مینویی نماینده پاکی و راستی و نظم و قانون اهورایی و در زمین نگهبانی آتش بر عهده او گذاشته شده است. و اما کمک به حیوانات سیل زده. یه دوستی داریم در آلمان به نام مینا خانم. ایشون خیلی حیوانات رو دوست داره. و ببینید کلن آدمهایی که آدمها رو دوست دارن حیوانات رو هم دوست دارن، اونهایی که حیوانات رو دوست ندارن آدمها رو هم دوست ندارن. یعنی یه رابطه. شما امکان نداره یکی بگی این خیلی انسانها رو دوست داره، حقوق بشر رو رعایت میکنه، ولی حیوانها رو دوست نداشته باشه. این عکس شما ببینید، این بنده خدا سگه هی که آب اومده بالا، اینم هی رفته بالا و بالا و بالاتر و به اینجا رسیده که دیگه از اینجا بالاتر نتونسته بره. فعلا هم یه جای پیدا کرده نشسته تا بلکه کسی بیاد و نجاتش بده. و اینجا هم موقعی که سیل میاد و اینها، خب بعضیا واقعا با وجودی که دلشون نمیخواد حیوناشو ول کنن، مجبور میشن که حیوانا رو رها کنن و جون خودشون رو نجات بدن. متاسفانه بعد از یکی دو روز که میان میبینن که اون حیوانا تلف شدن یا از بین رفتن. بعضی هاشون هم خوب شانس میارن زنده میمونن. و اما میگه ما بیاییم بریم به دنیای حیوانات. اینو مینا خانم نفرستاده، یه دوست دیگه برای ما فرستاده و به نظر من خیلی جالبه. خودتونو بذارین جای حیوانا و فکر کنین که اگه ما جامون عوض میشد چی میشد. مثلا اینجایی که ماتادور میره در میدان گاوبازی و با اون نیزه یا میله بلند، اول که چندین زخم به این
گاو بیچاره وارد میکنه و هی مردم هم تشویقش میکنن و ماجرای نمایش. بعد از اون هم که میفته به جون این گاو و به اصطلاح میکشدش. فکرشو بکنید اگر همین ماجرا برعکس بشه، گاو نیزه دستش باشه و اون چوب ها و من و شما به عنوان انسان زیر دست پای این اینجوری زخمی بشیم. ببینیم با هم. بله، تفنگ دست شیر شلیک کرده و پاشو گذاشته رو انسان، نمایشی هم عکس میگیره. اینجا هم ماهی ها در کشتی و از اون بالا چه با این تور چه با قلاب انسان ها رو از دریا یا از آب میگیرن. اینم که سگ ها رو با زنجیر توی حیات و بیرون بسته ما میبندیم، خودمون داخل میشینیم. فکر کنید دنیا برعکس بشه، سگا نشسته باشن اونجا کافی گرم و من و شما قلاده و زنجیر به گردنمون و بسته باشیم به یک جای. حالا یکی به من بگی چرا دقیقا توضیح میدی؟ گاهی وقتا دوستان از رادیو صدای ما رو میشنون، بعضی ها از تلفن برنامه های ما رو میگیرن و چون سر کار هستن تصویر نداره. و اینم از این، یک روبایی دیدید که این خانم ها پوست روبا و پوست مینک و اینا رو میندازن رو خودشون. فکر کنید که یه روبایی یک خانمی رو کشته باشه و این خانم رو به گردنش بندازه و روی این بهش میگن رانوی داشته باشه، نمایش بده، و این روباهای دیگه هم از مدل لباس ایشون به اصطلاح دیدن کنن. خب اینم یک خوک قصاب باشه و من و شما در این قفس ها منتظر باشیم که کی بیاد با ساتور و ما رو کله پا کنه. بله، اینم یک گاو. البته من نمیدونم چرا این زنجیره به گاو بسته شده، یا شاید میخواد ببنده به دست پای این، چون میبینم بچه های دیگه زنجیر گردنشون. بله، این همین مزرعه های گاوداری و اینها که بعضی هاشونو حتی با زنجیر و با این تناب و اینا میبندن. بله، میگه فکر چی بکنید که این گاو به جایی که تو گاوداری گاوها باشن، این گاو مسئول اونجا باشه و بچه های من و شما اینجا در این به اصطلاح کلبه های کوچیک آغل. این هم میدونید که الان دیگه به وسیله دستگاه های برقی شیر گاوا رو میدوشن. اینجا آمده میگه فکر کنید که انسان ها خانم ها رو اینجوری ردیف میکنن، نگه میدارن و این دستگاه های مکنده رو آویزون میکنن به سینه هاشون که برق به اصطلاح این شیرا رو جمع کنه. در آدم وقتی اینو میبینه یک کمی از خودش خجالت میکشه واقعا. بله، فکر کنید میرید سوپرمارکت و دست و پای آدم ها رو گذاشتن برای فروش. اینجا نوشته گوشت انسان پوندی 2.5 دلار. این خوک هم داره قشنگ انتخاب میکنه کدوم دست رو برداره کدوم پا رو برداره. خب اینم همون دیگه کشتار که این کرکدن با اره برقی افتاده به جون این، چون بعضی انسان ها میرن این شاخی رو که روی نوک کرگدن ها هست میبرن و میفروشن مثل آج فیل و اینها. اینم میدونید که جایی که سرده و اینها، مردم محلی این سیل یا چیزای شیر دریایی بکن به اینا میگن، میارن میزنن و میکشن اینا. میگه فکر کنید برعکس بشه. این ویدیو یک کمی به اصطلاح ولی حقیقتیه که حالا چجوری طی چه دورهای انسان گیاهخوار شد گوشتخوار و اینجوری اینها رو مثل مزرعه میدونید که اصلا یه جایی هست میگن فیش فارم یا چیزهای دیگه هم مثل مزرعه.
اینا رو پرورش میدن و اصلا اینا رو پرورش میدن برای اینکه بعدا بخورن. لابستر هست، ماهی هست اینا، و ما خیلی چندشاوره، ولی وقتی میریم میخریم با ولای خاصی میاریم و حتی یاد گرفتیم کدومش تازه است، کدومش مزهش بهتره و اینها، این دیگه یه بحث جدا است. خب میگه که شما این ویدیو رو نگاه کنید، حتما دیدید که روی بعضی از داروها، روی بعضی حتی از خوراکها که تهنشین میکنه، میگن اول تکونش بدید، یعنی shake before using، قبل از استفاده این رو تکون بدید. حالا این تکون دادن این مشتری رو شما ببینید، این خانم رفته یه قوطی از این شیر کاکائو خریده، کاکائو چون سنگینه میره پایین، روش نوشته قبل از استفاده تکونش بدید. که امراشه از این پرسه چرا این کار میکنی، بعد این نشون میده که روی این قوطی نوشته که قبل از استفاده تکونش بدین. و اما میگه که لطفاً همهش را تماشا کن، نمیشود حقیقت را همیشه در خفا نگه داشت، چشمان واقع بین بسیارند. ولی چه فایده با همه این چشمان واقع بین، الان شرایط بشریت و انسانیت به اینجا رسیده. من این ویدیو رو قبلا هم دیده بودم و صحبت جالبیه. ای کاش آقای وحید سعیدی و دوستان ایشون که همشون حالا فکر میکنن که میتونن امیدی داشته باشن به ترامپ، این فیلم رو ببینن که میگه بابا اصلا کلید کلیسای چیز دست مسلمونا بوده اون منطقه، بعد توضیح میده راجع به صهیونیست، توضیح میده راجع به کلیمی ها و میگه که درسته که صهیونیست ها کلیمی هستن، ولی همه کلیمی ها صهیونیست نیستن، و میگه اینها هستن که دنیا رو به اینجا رسوندن، و الا اینها با وجودی که اختلافات کوچکی داشتن همیشه مثل فامیل با هم زندگی میکردن. این ویدیو جالبیه، ولی به دلیل اینکه با انگلیسی صحبت میکنه، از اون ورم زیرنویس عربی داره، من فکر کنم همین خلاصش باشه که یا میخوان بذارم خیلی از ایرانیا انگلیسیشون از ما هم که اینجا زندگی میکنیم بهتره. When the Islamic warrior Saladin conquered the crusaders and took control of Jerusalem. دوستان صلاح الدین میگه سالادین. He entered into an agreement that the Muslims would protect the Christian churches. And so he appointed two Muslim families. Both of these families had been in Jerusalem for close to 1,000 years. And each generation has passed down the key. The key. Right. The physical key. Mr. Judah said that the key he presently has is 800 years old. Incredible. He had another key, but it broke. بله، من عمدن شمارش هم نشون دادم که شما تماس بگیرید و اینا خودشون بعضی هاشون اسکالارای دینی، یعنی اینایی هستن که کلیسا و اینها قبولشون داره و مراحل رو طی کردن، خود اینها الان به این نتیجه رسیدن که این مشکلات بیشتر. توضیح میده میگه چجوری این مسلمونا با مسیحی ها داشتن زندگی میکردن، حتی صلاح الدین دوتا فامیل مسلمون رو گذاشت مسئول کلیسا و کلید رو دست اینها داد، بعد این دوستان صهیونیست آمدن، این شد که میبینی. و اما بحرین یکی از بزرگترین جای داشتن الاغ سفید است، قبلا هم نشون دادیم. اخیراً شکایات شما و ما در تلویزیون مردم اثر گذاشت و برای این الاغ‌های سفید مرکز بهداشتی
تأسیس کردن. هورا آفرین. میدونید که ما بارها گفتیم که اگر روزی حزب خران باز بشه ما در این حزب خران شرکت میکنیم. اجازه بدید حالا به عنوان عضو و اینجا این فیلم رو هم بهتون نشون بدم که از خرها یا الاغ‌های راستی فرق خر با الاغ چیه، سفید چگونه اینجا دارن نگهداری میکنن حتی به عنوان کلینیک بهداشت و اون یکی دیگه چیه، بله تمیز کردن و مرتب کردن و بهداشت و همین دیگه. بله این فیلم از بحرین هست، اونجا خرهای سفید الاغای سفید خیلی معروف هست، میبینید برشون جا درست کردن تمیز میشورن و خشو میگن خشو میکنن. اینا خرمز شدن کیف میکنن. دیگه همینه، نظافت و بهداشت و بعدم بهشون آمپول میزنن احتمالاً برای واکسن و این که مریض نشن و اینها. و این هم دوستمون میگه اینا نتیجه اینه که شما در تلویزیون مردم خیلی از حقوق این خراب و الاغا و اینها به اصطلاح دفاع کرد. خب فدایان خلق، قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی را محکوم کردن. این رو در گویا نوشته، خبرنامه گویا میگه که دونالد ترامپ با یک اقدام بی سابقه سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار داد و اعلام کرد که برقراری هر گونه رابطه اقتصادی و معامله با سپاه پاسداران به معنای حمایت اقتصادی از یک گروه تروریستی است. پیش از این سپاه پاسداران توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده بود. اقدام جنگ طلبانه ترامپ با تشکر بنیامین نتانیاهو، حمایت وزارت خارجه بحرین و استقبال تأسف‌بار سازمان مجاهدین خلق ایران و حزب دموکرات کردستان ایران روبرو گشت. بله Windows alert your PC may be for long 10 second PC scan please. نه این خبرهای دوستان وقتی خبرها رو میفرستن بهتون میگم این وبسایت هایی که چینی و نمیدونم روسی و اینها هست از این اوضاع و احوال هم داره، یه دفعه براتون ویروس میفرسته، باید خیلی مواظب باشید. اینجا هم که آقای پتیک نوشته با تشکر از ارسال این کتاب مشغول خواندن شدم، در پایان حتما یادداشتی ارسال خواهم کرد، به نظر میرسد کتاب با ارزشی است. این کتاب رو دوستان اگه شما هم میخواین میتونید روی گوگل پیدا کنید، اگه نتونستید پیدا کنید با حمایت جزئی میتونید از تلویزیون مردم بگیرید. میدونید که این گزارش مولر 448 صفحه است و آزاد روی اینترنت، ولی آمازون چاپش کرده به شما میفروشه 10 دلار. یعنی شما اگه بخوای این گزارش رو بگیری خودت بری چاپ کنی، صفحه 3 سنت هم که ازت بگیرن 500 تا 3 سنت میشه 15 دلار. حالا بگیر و ببر و بیا، بعد تازه شما 500 تا کاغذ جدا جدا داری، اینا کردنش کتاب و میدن به شما 10 دلار. الان هم پرفروش ترین کتاب روی آمازون هست، گزارشی که نزدیک به 2 سال طول کشید و این گزارش الان خواب رو و آسایش رو از چشم این شارلاتان و خانوادش گرفته، ولی اینها راهی ندارن به جز این که تظاهر کنن که همه چیز اوکیه و هیچ اتفاقی نیفتاده. بازم باید صبر کرد و دید که دولت آمریکا تا چه حد به اصطلاح
میره پایین. و یکی از دوستان حرف خوبی زد، گفت اتفاقا وقتی این ترامپ آمد من فهمیدم که این سیستم دولت آمریکا چقدر خوبه. اولا با وجودی که یک احمق نادان بی سوادی در رأس قرار گرفته، ولی همه چیز داره میچرخه و سر جاشه. البته اینجور نیست، اینا هی گفتن که نمیدونم فلان عدد روی 5% میمونه درآمد و فلان بسیار، اینا امروز صبح اعلام میکرد که بین 1.25 تا 2.25 است و اصلا اون چیزایی که ترامپ گفت و قول داد اجرا نشده و الانم هزاران دردسر کوچیک و بزرگ داره و چندین پرونده که دادگاه های ایالتی و دادگاه های فدرال مرکزی و همه اینها رو مشغول کرده. و اما برگردیم باز به خبرها، میگه صدها کشته و زخمی در سلسله انفجارهای عید پاک خونین در سریلانکا و مجسمه های نوتردام شیطانی است یا غیر اخلاقی یا محافظ خیر در برابر شر. اتفاقا مجسمه های بالای سر شما، هیچ وقت اون حیوانی رو که سرش رو روی هواپیمای ملی ایران گذاشته بودن به نام هما دیدید؟ اصلا این وجود خارجی داره چیه؟ حیوان زیباییه، حیوان زشتیه، ولی ساختمان‌های واشنگتن چند تاشون توی این کناراش از بیرون شما وقتی میرید همون مجسمه هست. حالا این عکس رو هم من بهتون نشون میدم. خیلی از مجسمه‌های تو فرانسه یا جاهای دیگه از حیواناتی به این شکل استفاده شده. و اینجا را سوال میکنه، میگه که مجسمه های نوتردام شیطانی غیر اخلاقی یا محافظ خیر در برابر شر. و این پایین هم نوشته که میلیون کشته در سریلانکا طبق توییت ترامپ که بعد رسیدن بهش و درستش کردن. واکنش شدید دولت فرانسه به شعار خودکشی کنید جلیق زردها علیه پاریس. اول اعلام کردن که به خاطر این عید پاک و به خاطر آتش سوزی اون کلیسا فعلا تظاهرات نکنید، بعد دیدن نمیشه، گفتن اقلا جلوی این چیز نیاین اینها. ولی اینایی که تظاهر میکردن به پلیسا میگفتن شما اینقدر بیغیرتید که باید خودکشی کنید. اگه بشه حالا از خانم جیلانی میخوان که یه روز در این مورد صحبت کنن. یکی دیگه گفتن که این همه پول شما جمع کردید برای این چیز به اصطلاح برای کلیسا، اینا جلیق زردا نگفتن ولی کلا توی چیزها هست که با این پولها میشه بچهای گرسنه آفریقا رو نجات داد. و مگه این ساختمون بیمه نداشته؟ مگه جایی که 12 میلیون تا 20 میلیون در سال میان دیدار و بازدید و اینا با اون درآمدهای آنچنانی، چرا مردم باید پول بدن؟ البته مردم هم مردم عادی نیستن، دیدید که بعضیا 70 میلیون 100 میلیون، احتمالاً اونایی که از این راه یه پولی هم نصیبشون شده. و اما غلامعلی حداد عادل و روحانیت چگونه درون دربار شاه را بازی میدادند؟ گوش کنید طرفداران پادشاهی. میگه که وقتی تئوریسین جمهوری اسلامی از شاه حکم ریاست گرفت، عکسی که در این استاتوس میبینید غلامعلی حداد عادل نفر اول از سمت راست که با ریش مشخص است را نشان میدهد. بذارید من این عکس براتون بذارم بعد بیام اینو براتون بخونم. چقدر من کار براتون انجام میدم و چقدر شما بی معرفتید که به اصطلاح حمایت نمی کنید. چه باید کرد؟ این پول به جانمون بسته شده. گفت جانم فدای شما، مخلصم، قربونم، چاکرم، نوکرم، قدم رو چشمم، ولی اگه گفتی $10 بده گفت همینجا وایست تا برم و بیام. بله، میگه عکسی رو که مشاهده میکنید نفر اول از سمت راست با ریش مشخص است که در نشست انجمن سلطنتی فلسفه است و این آقای غلامعلی حداد عادل پیش از انقلاب در کنار رئیس دفتر فرح دیبا و رئیس دانشگاه آریامر نشسته است، دکتر حسین نصر. در گزارشی که بیشتر در برخی رسانه ها منتشر کرده بودیم به این موضوع پرداختیم که به رغم ساده لوحی
عوامانه هواداران سلطنت، حکومت جمهوری اسلامی و جایگزینی آن به جای حکومت از پا افتاده پهلوی دوم جریانی بود که محمد رضا با دست خودش و همکاری ناشیانه و ناخودآگاهش میسر کرد. وحشت بی اندازه او از چپها که در تمام گفتگوها و نوشته هایش مشهود هست، او را وارد سرابی کرد که نه تنها حکومتش را به زیر کشید و خودش را بی وطن کرد، بلکه زمین ساز قتل عام بسیاری از همراهانش در بیدادگاه های خلخالی شد. کمتر هوادار سلطنت را می شناسم که به بدنه و جریانات تاریخی حتی خودنوشته و تحریف شده پهلوی دوم اشراف داشته باشد و همین عدم شناخت و ضعف در دریافت واقعیات دلیل اصلی این نکته است که امروز هیچ رفرم سیاسی و هیچ جریان کاریزماتیک مخالف با دیکتاتوری جمهوری اسلامی وقعی به قصه سلطنت و سلطنت طلبی نمی گذارد. این ماجرای پادشاه خواهی فقط در دنیای مجازی و دور همی های سلطنت طلبان با شعارهای تکراری امورات می گذرانند. باید پذیرفت که حتی اگر تغییر کلان سیاسی هم در ایران رخ بدهد، شانسی ولو در حد یک دهداری برای تنها بازمانده ذکور پهلوی دوم وجود ندارد. عمق یأس‌آور این حقیقت را می توان در سخنان و یا گفتگوهای چند سال اخیر ملکه فرع دیبا که بیشک از با شخصیت ترین و کاریزماتیک ترین زنان فریقه سرزمین من است جستجو کرد. او به طور مداوم یا حتی به صورت جدی مطلبی درباره حمایت از فرزندش روند سیاسی مطرح نکرده و شاید به بیان دیگر از پرداختن به چنین موضوعی در بیشتر اوقات تفره رفته است. بیشک هواداران با دانش و همینطور طیف عوام متعصب به سلطنت می توانم در خلوت خود به این چالش فکر کنند چرا ملکه کمتر یا به تعبیری هیچ وقت به نظریه پردازی در این مورد اقدام نکرده است. اگر هم حمایتی یا مطلبی از فرع دیبا بوده، بسیاری اندک است و در هر جریان و به زنگاه سیاسی فرع دیبا در این باره سکوت اختیار کرده و یا برای خالی نبودن عریضه چیزهایی در حد محدود گفته است. در این میان حتی ماشین خفقان جمهوری اسلامی کاری با رضا پهلوی ندارد، چون به خوبی می داند هزینه کردن روی روایتی که خودش را بخشی از سیستم سیاسی می داند اما عاجز در به دست آوردن جایگاه اجتماعی و مشروعیت ملی ولو در حد یک نماینده مجلس آن را به حاشیه ابدی برده است، نوعی دیوانگی است. بنابراین او را به طور طبیعی نادیده می گیرد. احمد فردید و عبایی که روی دربار هم افتاد. اما مبحث اصلی را کنار نگذاریم، بس دیگه، این یه مقداری طولانی هست و میگه که سلام و درود و هلو به تو مجری خوب همیشه جلو. خیلی ممنون. این آقای مانی خورسندی طبع طنز و شعر و اینها داره. دیدم یه ویدیویی از شما ولی نفهمیدم مال کی بوده، چون برنامه داشتم و نتونستم نگاه کنم و بعدن نگاه میکنیم. اگر برنامه هایی رو داشتید دوست داشته باشید ارسال کنید، ما اینجا پخش میکنیم. فعلا مهمون خود من باش، من اسپانسر میکنم تا روزی که خودتون اسپانسر کنید یا تا روزی که دوستان بگن آقا ما برنامه های مانی رو میخوایم و ما اسپانسر میکنیم. این اسپانسر کردن توی تلویزیون ها خیلی رسم بود، ولی یکی یکی مردم نمیدونم زده شدن رفتن، تلویزیون ها کلک زدن. واقعا نمیشه به مردم هم ایراد گرفت، چون تلویزیون ها هم نشون دادن که قابل اعتماد نیستن. اینم از اینو اردیبهشت هم خوندیم، کمک به حیوانات سیل زده هم گفتیم، به دنیای حیوانات هم رفتیم، غلط فهمیده اون شیک
Before Use رو هم گفتیم. لطفاً همش رو تماشا کنید. راجب صهیونیست و مسلمان‌ها و اینها هم گفتیم. این ماییم راجب خرهای سفید بحرین هم گفتیم. کتاب قحطی بزرگ نسل‌کشی انگلستان در ایران رو هم درباره‌اش صحبت کردیم. و اما بیایم اینجا ببینیم که ده‌ها سرباز و نیروی وفادار به رژیم سوریه در حملات داعش کشته شدن. مگه این ترامپ احمق نگفت که ما دیگه سوریه رو از وجود داعش پاک کردیم؟ واقعا عجب عجب مردی که دیوانه ایه. هر 5 دقیقه یه دروغ میگه، هر 5 دقیقه یک دروغ. از زمانی که اومده تو کاخ سفید که الان بیش از 2 سال هست، در هر 5 دقیقه یک دروغ گفته. اصلا شما اگه بخوای حتی فکر کنی در هر 5 دقیقه یه دروغ بگی، نمیتونی پیدا کنی. بله، گزیده خبرهای روز که یورونیوز برای شما انتخاب کرده: ده ها سرباز و نیروی وفادار به رژیم سوریه در حملات داعش کشته شدن. کره شمالی هم گفت شرط بولتون در مورد جدی گرفتن خلع سلاح هسته‌ای بی‌معنی است. خیلی جالبه، این پسرک در کره شمالی میگه این بولتون که شرطش خیلی بی‌معنیه، اون پمپئو هم اصلا ما نمیخوایم ببینیمش، تنها کسی که میتونه ببینه یا اینه یا اون بازیکن بسکتبال، یا ترامپ یا بازیکن بسکتبال. میگه ترکیه دیدار کردهای سوریه با مکرون را محکوم کرد. ترکیه دیدار کردهای سوریه با مکرون را محکوم کرد. پایان درگیری مسلحانه در وزارت مخابرات افغانستان، مهاجمان کشته شدند. این رو من ندیده بودم. بعضی وقتا اینقدر خبر زیاده که آدم نمیدونه به کدومش باید توجه کنه. همین چند روز پیش یه خانمی از فلوریدا بلند شده بود، رفته بود کلرادو اگه اشتباه نکنم، چون 20مین سالگرد اون کشتار مدرسه است و اینم ادعا کرده بود که منم میخوام برم کشتار را بندازم و اسلحه هم خریده بود، با وجود که اسلحه خریدنش قانونی بود و اینا، میگفتن که ما نمیتونیم کاری انجام بدیم، باید بیشتر تحت کنترل باشه. بعد گفتن خودشو کشت. من اینایی که اینجوری میشه خودشون میکشن و اینها، خیلی ازشون ممنونم. میگم باز اقلا انسان بهتری بوده از اون یکی که میره یه در رو میکشه و من و شما حالا باید سالها پول بدیم تا اینو تو زندان نگه دارن، خال بکوبه، ورزش کنه، دادگاه بره و الی آخر. و خیلی از این چیزها اینجا اینجوریه که میره طرف چند نفر میکشه، یا یه جایی یه دختر ایرانی، یه خانم ایرانی بود که رفت مرکز یاهو چندین نفر رو کشت و این خانم بهایی هم بود و جالب بود که بهایا اصلا اینو به اصطلاح را در موردش نگفتن. و خب ما هم باشیم همین کارو میکنیم. اگه یه فامیل ما بره مثلا بشه کارمند ناسا، همه جا میگیم، حتی اگه میخوایم بریم یه نون تافتون، شیرازی ها میگن نون بازاری، یه نون تافتون هم بخریم، سعی میکنیم به اون بگیم که آقا این آقای فیروز نادری فامیل ما هست، بچه شیراز ها. ولی اگر برادرمون، فامیلمون، دوستمون بزرگترین قتل و جنایت انجام بده، صداش رو در نمیاریم. این ذات بشر. بله، و میگه که پایان درگیری مسلحانه در وزارت مخابرات افغانستان. حالا این مخابرات اونها مثل مخابرات ایرانه یا مخابراتشون مثل مخابرات عراقه؟ مخابرات عراق یعنی دستگاه وزارت اطلاعات، ولی مخابرات ایران یعنی رادیو، تلویزیون، تلگراف و تلفن و اینا رو توی ایران میگفتیم مخابرات. یه مقاله ای رو هم من برای چند تا از دوستان فرستادم، حالا اینجا میخونم یه پاراگرافش رو. ما رسممون در آقای ببو کجا بودی، یا این دوستمون ببو، یادم نیست ایشون آغاز یا خانمه، چون این ببوی ببووند رو سالهاست استفاده میکنه و قبلا از تلویزیون مردم هم حمایت میکردن، ولی ایشون هم یا کارش رو از دست داده یا بیوفا شده.
فراماسونری در ایران به نقل از اردشیر زاهدی. اردشیر زاهدی میدونید که بعضی ها میگن یار غار شاه بوده، در خانم بازی ها، در کارهای غیر قانونی و خلاف و اینها با هم بودن. و جالبه که اردشیر زاهدی فکر کنم از شاه بزرگتر بود، به خاطر همین بعضی ها میگن اول این با فرح بوده، بعدن فرح رو از سر خودش انداخته داده به شاه. ولی آمده بود دختر شاه رو گرفته بود، دختر شاه که اگر آقای رضا پهلوی انسان بود میومد میگفت زن و مرد فرقی نمی کنن، من خواهر بزرگتر دارم و این باید کوین اف ایران بشه، نه بره بشین رو صندلی تو مصر قسم بخوره، حالا از قسمش هیچ نباشه که من و شما مسخرش کنیم، من بگم رضا پهلوی، شما بگی رضا تنبل، آقای زمانی بگه رضا چی وهابی. بله. و اما فراماسونی در ایران به نقل از اردشیر زاهدی، معروف ترین سفیر دربار پهلوی در آمریکا در کتاب خاطرات خود به گوشه ای از مفاسد درباریان در قالب معرفی کلوب های فراماسونری در ایران قبل از انقلاب اشاره کرده است. در کتاب زاهدی چنین می خوانیم: یکی از وقایع عجیب انتشار کتاب‌های افشاگرانه معروف به فراموشخانه فراماسونری در اوایل سال 1348 بود. بذارید براتون یه داستانی بگم. من دانشجو که بودم، خب می‌دونید توی دانشگاه‌های ایران خیلی از استادا جزوه‌های خودشون رو که از این ور اون ور گرفته بودن کپی می‌کردن و به دانشجوها می‌دادن. بعد بعضی از دوستان ما وقتی می اومدیم تهران میگه آقا فلان کتابو برای من بخر و اینها. یه سفری من وقتی داشتم می اومدم تهران، اصلا دوستان پول دادن که ما براشون کتاب بخریم. یادم میاد این دوست ما آقای جمال قاسمزاده لیستی که به من داد و پولی که به من داد 3-4 جلد اگه اشتباه نکنم کتابایی بود به نام فراموشخانه، که حالا ما که هر جا رفتیم گیرمون نیومد، ولی گفتن آقا اگه گیرتونم اومده بود بعدن میگرفتنتون. گفتیم این چیه؟ میگه ارث هم به خواهرش نداد رضا پهلوی. راستی راجع به این باید از آقای انصاری سوال کنم که این ماجرای تقسیم ارث بین بچه‌های شاه، بچه‌هایی که ما میدونیم و خودش هم میدونه، بچه‌های دیگه‌ای که هستن و پول دادن که ساکت باشن و اینها، اونا رو ما نمیگیم. چیه؟ اینو از آقای انصاری میپرسین. امیدواریم آقای انصاری الان در این سال 1398 بتونه برنامه‌ای رو با تلویزیون مردم داشته باشه. بله، میگه یکی از کتاب‌های عجیب و اینها این ماجرای فراماسونری معروف به فراموشخانه بود که در اوایل سال 1348 بود که ایران را تکان داد و موجی از حیرت در محافل سیاسی و اجتماعی آن روز کشور به وجود آورد و آخر هم ما نفهمیدیم که اصل ماجرا چه بود. تا قبل از سال 1347 در ایران سه گروه عمده فراماسون یا به اصطلاح متداول، بذار من اینو بیارم پایین، این ماوس ما هم چون تو 4 تا کامپیوتره هی میره این ور میاد اون ور، بعضی وقتا ماوسمون رو گم میکنیم. دنبال یه پروگرامی هم هستم، بله همون نوشته اسماعیل راین، فراموشخانه نوشته اسماعیل راین، دنبال یک پروگرامی هستم که مثلا کنترل و این حرف رو فشار بدیم ماوس رو بیاره سنتر، هنوز پیدا نکردم. اگه کسی میدونه چجوری ماوس گم شده تو پیدا کنی به جای اینکه هی تکونش بدی لفت رایت اپ اند داون، به ما هم خبر بده. میگه تا قبل از سال 1347 در ایران سه گروه عمده فراماسون یا به اصطلاح متداول فراماسونی فعالیت نیمه پنهان داشتند. سابقه کلوپ فراماسونی در ایران به دوران صفویه و آمدن اولیه انگلیسی ها به کشور باز میگردند، اما شکل فعال آن در دوران قاجاریه قوام و دوام پیدا کرد و من موقعی که وزیر امور خارجه بودم سندی پیدا کردم که نشان میداد پادشاهان قاجاریه از ناصرالدین شاه به بعد عضو کلوپ فراماسونی انگلیسی بودند. در دوران سلطنت اعلیحضرت محمد رضا شاه لژهای فراماسون منظم ایران به سه گروه عمده تقسیم می‌شدند. یک گروه، این لژ یا لژ هست،
یادتونه بلیت سینما که میخواستی بخری میگو لوژ 2 تومن معمولی نمیدونم 15,000 هم چیزی. گروه های حالا ما میگیم لژ های تابع فریماسون برتینا کبیر، این لژ های فریماسونی در محل انجمن رازی واقع در خیابان شاهرضا خیابان انقلاب جلسات خود را برگزار میکردند و استاد اعظم آنها یک نفر انگلیسی مرموز به نام سر کریستوفر یا کریستوفر فرای بود که در تهران زندگی میکرد و با اکثر رجال بلندپایه کشور دوستی و رفاقت صمیمانه داشت. من بارها او را میدیدم که به کاخ سلطنتی میآید و بدون رعایت تشریفات به دیدن اعلیحضرت میرود. 2. گروه لژهای تابعه تشکیلات فرماسونی فرانسه، این لژها جلسات خود را کاملا سری و با رعایت کامل تشریفات در محل انجمن ابو علی سینا در خیابان بهارستان پایین‌تر از دروازه شمیران برگزار می‌کردند و استاد اعظم آنها مدت‌ها دکتر سعید مالک و دکتر منوچهر اقبال بودند. متاسفانه در زمان استادی اعظم دکتر سعید مالک کارهای زشتی هم در این کلوب انجام می‌شد و از جمله اعضای جدید که می‌خواستند به عضویت لژ فراماسونری در بیایند بدون رعایت سن و سال و قیدبند در جلسه با حضور شورای عضوگیری حاضر شده و در ملأ عام به شخصی که توسط شورا به محل آورده شده بود و او هم از اعضای کلوب بود لواط بدهد. به به به. اینم برای دوستانی که درباره همجنسگرا بودن شاه و اینکه شاه با خودش دوست پسرش رو آورد ایران، رضا خان عصبانی شد و اینکه کتابی نوشتن بعدن شوهر شاه، بله اشتباه نکرده بودم، به جای فره بگن شوهر، فره بگن شوهر شاه، شوهر شاه، شما بچه یک آدم به این بد اخلاقی و به این نمیدونم با چی میگن باشی، بعد بری سوئیس، بعد از سوئیس برای بابات سوغات بیاری، بابا جون اینم دوست منه. بله من اوائل لواط بدهد. این افتضاح را دکتر سعید مالک پایگذاری کرده بود و از آن لذت زیادی میبرد. رسوایی کلوب فرانسه به جایی رسیده بود که در محافل و مجالس آن زمان برای تخفیف دادن اشخاص و یا سر به سر گذاشتن از آنها میپرسیدند آیا شما عضو کلوب لژ فرانسوی هستید و یا میگفتند خوب است شما با این سر شکلی که دارید یک سری به لژ فرانسوی بزنید، مطمئنا مورد توجه قرار خواهید گرفت. من اوایل این حرفها باورم نمیشد تا اینکه یک روز را سفت کردم. من نمیفهم این آقای ارتشی زاهدی اینجوری حرف میزده، میخواد بگه اینها رو پایین بیارن، میگه تخفیف بدن، حالا میگه یا اینکه یک روز را سفت کردم و از آقای ارنست پرون، این همینه، ارنست پرون سوئیسی، این همین دوست پسر شاه بوده که او هم عضو لژ فرانسوی بود، در مورد این شرط عجیب عضوگیری سوال کردم. ارنست پرون که خودش هم یک محفل همجنس بازی در میان رجال و درباریان تشکیل داده بود، مطلب را با آب و تاب فراوان برایم تعریف کرد و معلوم بود از شرح این اعمال قبیح لذت می‌برد. هویدا، دکتر غلامرضا کیانپور، برادر هویدا فریدون، عبدالمجید مجیدی، ارتشبد نعمت الله نصیری، محمد علی قطبی دایی شهبانو فره، ارنست پرون سوئیسی، ارتشبد قرباقی، حسن علی منصور، جواد منصور، منصور روحانی، سپهبد خسروانی و بسیاری از دیگر رجال سیاسی و نظامی متاسفانه به این اخلاق زشت جنسی مبتلا بودند و یا بهتر بگویم بیمار جنسی بودند و به ویژه در زمان ریاست سرلشکر پاکروان بر سواک گزارشات مستندی در مورد اعمال خلاف اخلاق و خلاف عرف و غیر عمومی آقایان تهیه و به عرض اعلیحضرت میرسید. سرانجام اعلیحضرت خسته شدند و به پاکروان دستور دادند سواک به جای آن که وقت خودش را مصروف زندگی خصوصی رجال کند فقط به کشف توطئه‌های احتمالی سیاسی بدهد. ببینید دوستان چقدر قشنگ توضیح میده، نمیگه که شاگو آقا خود منم جزو اینا هستم، این آقای پرون رو من آوردم و فلان،
میگی گفته آقا اینا چیزای خصوصی، بریم به اون کارا برسون. این اون قسمتی که من از این ارتشی زاهدی بدم میاد به شدت، چون این به غیر از این شغل پا اندازی و جاکشی با وجودی که هنوز هم زنده است و گهگاهی حرف حقیقت میزنه، ولی اینا جز اونایی هستن که در جوانی پاک بودن به اصطلاح شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. اینا پیرم شدند و پرهیزگار نشدند. حالا به اگه خواستید این مقاله رو من روی فیسبوک گذاشتم، میتونید اونجا ببینید. میگه در سال بله، میگه که برید دنبال سیاسیون و اینها. سرلشکر پاکروان مرد رو تذکر کرده بود و از این قبیل افراد خیلی تنفر داشت. من هم همیشه از مردی که اخلاق زنها را داشته باشد و کارهای خلاف طبیعت بشر بکند نفرت داشتم. دوستان برید بخونید راجع به اون ازدواجی که توی کاخ نمیدونم پسر اشرف بوده کی بوده، اولین بار دوتا مرد تو ایران ازدواج میکنن. برای ما مهم نیست، ولی مهم اینه که شما نمیتونی از یه بر بگی که من با این کارا مخالفم، مذهبیم، فلانم، بعد مثل این پدر روحانی ها خودت اصلا این کاره باشی. و اما میگه اخلاق زنها را داشته باشد. متاسفانه اطرافیان اعلیحضرت یک چنین افرادی بودند و همین نامردها بودند که با اعمال خلاف خود وجهه سلطنت پهلوی را قدشدار و نهایتاً باعث شورش عمومی مردم شدند. اعتراض اعلیحضرت به لواط دادن رجال در لژ ابن سینا فرانسوی که باعث بروز شایعات زشت و خرد کننده ای در جامعه گردیده بود، موجب گردید دکتر سعید مالک کرسی استادی اعظم را به دکتر منوچهر اقبال واگذار کند و دکتر اقبال این شرط ناپسند را از روی متقاضیان عضویت در لژ فرانسوی برداشت. لژهای فراماسونی تابع آلمان، جلسات لژ آلمان در منزل شخصی به نام دکتر امیر حکمت در قلهک انجام میشد و کسی جز خودشان را به این منزل راه نمیدادند و به همین خاطر از تصمیمات و مذاکرات آنها کسی مطلع نمیشد. من شنیدم ساواک هم در نفوذ به محفل آنها درمانده شده بود. در سال 1347 که از دوستان صمیمی و قدیمی اعلیحضرت رئیس جمهوری آمریکا شد، و این شخص کسی نبود مگر آقای ریچارد نیکسون از حزب جمهوری خواه. آمریکایی ها فاقد هر نوع قید بندی هستند. اجازه بدین جالب شد. آمریکایی ها فاقد هر نوع قید بندی هستند. نیکسون هم از این قاعده مستثنا نبود و در تهران با طبقات مختلف مردم رفت آمد میکرد و دوستان زیادی در جامعه ایرانی داشت. او در تهران که بود بعضی شبها به هتل دربند در شمال تهران می آمد و در کازینوی آن به بازی می پرداخت. او با والا حضرت اشرف هم دوست صمیمی بود و چون هتل دربند متعلق به والا حضرت اشرف بود و ایشان اکثرا برای سرکشی به هتل می آمدند، گاهی به اتفاق آقای ریچارد نیکسون دیده می شدند. با قرار گرفتن ریچارد نیکسون در رأس رهبری جهان، غرب احساس اعتماد به نفس به مردم آمریکا و متحدان آن که در دوران حکومت کندی و جانسون تا حدود زیادی خدشه‌دار گردیده بود بازگشت و علازد که بالغ بر 200 میلیون دلار به انتخابات رئیس جمهوری آمریکا به پرزیدنت نیکسون کمک کرده بود، تصمیم به محدود کردن عوامل خارجی در کشور گرفتند. بنده به عنوان دوست نزدیک شاهنشاه از یک سو و آقایان ارتشبد نعمت الله نصیری و ارتشبد حسین فردوس به ایشان مشورت دادیم و عرض کردیم که اکنون رئیس جمهوری آمریکا در دست ریاست جمهوری آمریکا در دست جمهوری خواهان است و نیکسون دوست خوب شاه ایران است و موقعیت مناسبی است تا علازد مراکز متعدد قدرت را منحل سازند. مذاکرات زیادی به عمل آمد و تصمیمات زیادی گرفته شد که مهمترین آن سرکوب باقی مانده مخالفان دهه 1330 و متمرکز کردن کانونهای فراماسونری بود. خیلی جالبه ها، هر چیزی رم از سیاست و اینها میخوان انجام بدن برمیگردن و به فعالینی که دو کلمه بلد بودن، حق ملت رو میخواستن بگیرن، به اونا حمله میکردن و سر تیز نیزه هاشون رو به کمر این بیچاره میزنه. میگه که
زمانیان میگه آقای زمانیان سرلشکر پاکروان برای نهار میرفت بوفه و یک ساندویچ میخورد برای اینکه اهل رشد بگرفتن و زد و بند نبود. خب ممنونم، اینم از این، اینم از اون. و اما ببینیم که دریافت شدن. آهان، این دوست ما این دفعه عکسای برنامه گفتار عقل بشر رو زودتر فرستادن، حدود 42 تا عکس هست. امیدوارم من باشم، چون چهارشنبه من ممکنه صبح برم به واشنگتن برای انجام یک کاری. اینجا میگن assignment، نمیدونم به فارسی چی میگیم. میگه امروز کار شما اینه، this is your assignment for today، وظیفه شما، نمیدونم. و در صورت امیدوارم سر موقع برسم، اگه نرسیدم ممکنه دیرتر برنامه بذارم، شاید اصلا پنجشنبه برنامه بذارم یا دو تا یکیش کنیم جمعه برنامه بذارم. شما ممکنه یادتون نباشه من حدود 3 سال پیش گفتم که تصمیم گرفتم که اصلا 3 برنامه در هفته رو تبدیل کنم به 1 برنامه در هفته و اونم روز دوشنبه، بعد از اینکه جمعه تعطیل بودید تو ایران، شنبه و یکشنبه در اروپا و آمریکا تعطیل بودید و 3 روز از دنیا بیخبری و خوردن و خوابیدن و مسابقه نگاه کردن، دوشنبه بیان با هم کلکل کنیم. ولی همیشه ما همین 3 روز رو نگه داشتیم و امیدوار بودیم که با حمایت شما دوستان ما مجبور نباشیم کار انجام بدیم یا کمتر کار کنیم، ولی عملی نشد. فکر کنم باید برگردیم و بریم سراغ کار و زندگی و پول و شما رو بزنیم رو همین صفحات برای خودتون بگردیم. آقای هوشنگ آریانپور، تیمسار امیر هوشنگ آریانپور که واقعا معلم خوبی هستن برای ما ایرانی ها، ایشون نوشتن که دوستان و هموطنان گرامی، با عرض سلام، با کمال تواضع ممکن است به گونه خلاصه اعلام کنید که نتیجه این گونه گفتگوها در بالغ از 40 سال گذشته چه بوده است و چه نتیجه مثبتی عاید ملت ایران شده؟ حالا منظورشون از گفتگوها چیه؟ من این عکس ها رو نشون میدم و گویا دوباره یک جلسه ای هست. اینم یه تبلیغ مجانی برای این دوستان. بله بفرم. همبستگی جمهوری خواهان ایران برگزار می کند، گفتگو و رهیافت برای دموکراسی، سکولاریسم و حقوق بشر در ایران. آقای محمد امینی، پژوهشگر تاریخ، فواد پاشایی از حزب مشروطه ایران، حمید کوسری، همبستگی جمهوری خواهان ایران، نوری علا، حزب سکولار دموکرات ایران. من برای آقای آریانپور نوشتم، من در چند تا جلسه بودم، حتی آخرین جلسه ای که نوری علا اینجا برنامه گذاشته بود، اون دکتر حسین بر و دیگرانم آمده بودن، آقای اون شاعرمون کیه، آقای اسماعیل نوفای اقمایی، خلاصه ایشون هم اینجا بود و اینا. حقیقت بهتون بگم، خب خود منم الان بالای 60م، اون موقع شاید هنوز 60 نبودم، یه حالت چندشاوری به آدم دست میده. دلیلش این بود که میبینی یه مش پیروپاتال اومدن و هر کدومشون دنبال لاس زدن با یکی دیگه هستن، یعنی نمیدونم اون میخواد خواهر فلانی رو که شاعره بره. من یه مدتی اینجا ویدیو میگرفتم برای شرکتی و یکی از اون ویدیوها آمریکایی‌ها یه چیزی دارن به نام ریونیون. یونیون یعنی با هم بودن، ریونیون یعنی مثلا شما با همکلاسی‌های مدرسه‌ت 5 سالی یه بار جمع میشین یا 10 سالی یه بار جمع میشین. و توی این ریونیون‌ها وقتی ما میرفتیم، خب اولش خیلی همه خوب سلام، چطوری، بچه داری، بچت کجا میره فلان، اینها همچین که مس میکردن و میرقصیدن و اینها، شما میدیدی اصلا این دیگه معلوم نیست این با کی اومده، حالا با کی هست فلان اینها. و اون دوست ما میگفت میدونی این چیزا تا که ادامه داره؟ تا موقعی که اینا همه همدیگر رو بگان. وقتی که همه همدیگر رو گاییدن، دیگه میگه من نمیرم ریونیون، چون دیگه کسی نیست که برم بخوام اونو چیز کنم. این ماجرا آقای محمد امینی، من نمیخوام خدای نکرده به ایشون توهین کرده باشم، چون من در بزرگداشت پدر آقای امینی
اصلا مجری برنامه بودن که اون فیلمش رو همین سعید بهبهانی معتاد برداشت و به خانواده اینها مثل گروگان گفت باید اینقدر پول به من بدید تا من بهتون فیلم رو بدم. ولی خب آره ایشون هم به عنوان پژوهشگر میره تو این جلسه. ولی شما نگاه کنید به این افراد، فواد پاشایی از حزب مشروطه ایران، ایشون یعنی سخنگوی حزب مشروطه. آقا حزب مشروطه رهبرتون که آقای داریوش همایون بود مرد، بعد این مشروطه و حزبش و اینا اصلا مورچه چیه کله پاچش چی باشه، بعد این سخنگوی هست، هر وقت میخواین ببینین این چگونه حرف میزنه دوتا تیکه یخ یا دوتا گلوله بازی میگفتیم، تیله، شما میگید تیله، شیرازی ها میگن گلوله. دکتر اسماعیل خویی، خیلی ممنونم متشکرم، بله، که اسماعیل خویی هم قسم داد گردن ما و ما چوبوسه و من شما رو خیلی دوست دارم و اینا، آزاد مرد هستی، گفتیم خب هم مگر اینکه شما ما رو دوست داشته باشی، اونایی که پول دارن که ما رو دوست نداره. بمانه این فواد پاشایی وقتی حرف میخواد بزنه یکی از حرفا، یکی از جملات قصارش این بود که آقا این آقای رضا پهلوی نمیدونه کی رو کجا بذاره، که براش ویدیو ساختن و نوشتن خب بهش بگو که همون جایی که پیغمبر خدا گفته بذاره. آقا کی رو کجا بذاره غلطه، چه کسی رو در چه شغلی بذاره، کیو کجا بذاره. تو وقتی میری خونتون آقای پاشایی بزنید میگه امروز کی اومد اینجا، یا میگه کی رو اومد اینجا. اینم از این ماجرا. خب دوستان عزیز بس دیگه، بریم بیشتر از این برای خودمون دشمن درست نکنیم. میگه که در زبان اردو خواندن کسی به 420، میدونید که امروز 4/22 هست، یعنی تو آمریکا اول ماه رو میگن بعدن روز رو میگن بعدن سال، در حالی که تو ایران اول سال رو میگفتیم ماه رو روز، یا تو آلمان مثلا اول روز رو میگیم ماه و سال، یا از بزرگ کوچیک میکنیم به شروع میکنیم به کوچیک، یا از کوچیک به بزرگ. اینجا همه کارشون برعکسه. اگه میخوام ببینید چقدر کارشون غلطه، هر ماشینی رو که رانندگی میکنین یه نگاه به شماره تایر، نه شماره نمرتون، نه به شماره تایر کنین. این شماره‌ای که باید به شما بگه این چند میلیمتره، چند اینچه، باورتون میشه که یکیش میلیمتره، وسطیش چند صدومه، آخریش اینچه. تا حالا میدونستید هم چیزی رو؟ مثلا وقتی میگن این لاستیک 235 65 17 هست، یعنی 235 میلیمتر از این ور لاستیک به این ور لاستیک پهناش 20 سانتونیم، اینجا میلیمتر. بعد میگه حالا ارتفاعش 65 درصد اینه. خب جونت بالا بیاد بنویس 65 درصد 235 مثلا میشه 12 میلیمتر، 120 میلیمتر، 30 میلیمتر. نه، این 65 درصد اونه. از این دوتا بدتر آخریش میگه ریمش هم یا رینگش 17 اینچه. ای بابا، اینچ و ریم و درصد. حالا این 420 و تاریخ و اینا برگردیم به سر جاش. دو روز پیش روز شنبه اینجا 20 آپریل بود، 20 آپریل که به عنوان 420 ماه چهارم و روز 20 هست، اینجا اختصاص داده شده به وید. وید یا علف، همین ماریجوانا و این گویندایی که میکشن. و توی واشنگتن اصلا برنامه هایی بود، خیابونا قرق شده بود، جشن هایی گذاشته بودن. این هم یکی دیگه از اون قوانین مسخره است، مثل اینکه مثلا تو کانادا گذاشتن که خانمه میتونه سکس بفروشه ولی آقای اگه رفت سکس خرید میگیرنش. اینجا هم همینجوره. اینجا هم میگه که شما میتونی به اندازه مصرف خودت داشته باشی، نمیدونم نمیتونی بفروشیش. من از همین بهت میگم که آقا این آب نبات رو میخری 20 دلار، شما میگی این آب نباتی که یه سنت هم نیست، میگه خب به جاش هشیش بهت همراهش چی بهت میدم، وید میدم. در صورت اینم روز شنبه اصلا بوی تپاله دیدید وقتی اینو میسوزونن بوی تپاله میده، بوی تپاله از واشنگتن میومد و همه به اصطلاح چیز بودن. اتفاقا فکر کنم سعید کاووسی برای من یه ویدیوی همون روز فرستاد، اگه بتونم بهتون نشون میدم، که یه نفر رو میگیرن و حالا نشونتون میدم، اگه پیداش نکردم بهت میگم. میگه که این همونیه که تتلو میکشه. آقا این تتلو دیگه آبروی نسل و نژاد ایرانی‌ها رو برد.
جناب اسماعیل نوریالا و خانم هم در لیست کمک‌های بختیار از پول‌های صدام حسین بودند و از بنیانگذاران رسانه‌های وابسته به بودجه مخالفت. اینها اولویتشون برای مبارزه بیش از منافع ملی یا حل مشکلات است. من نمیدونم به کسی دیگه پول داده باشه یا نه، ولی این نوریالا از خودش مفتخورتر، از خودش خسیستر هیچ کس پیدا نمیشه. یعنی هر چی شما مصاحبه میبینید با تلویزیون مردم، ایشون یک پنی حتی حمایت نکرده. حالا اگه جای پول میگرفته که آقا من میرم تو این تلویزیون تو اون تلویزیون، دیگه وجدانم که نداره بگیم به وجدان خودی. ولی این زن شوهر که زن شوهرم نیستن، که ماجراهاشون دوم و درازه، برمیگرده به اصلا ماجرای اون دزدیدن رضا پهلوی و نمیدونم با گل سرخی بودن و اینها، اصلا یه زندگی عجیب و غریبی دارن. شما برید صحبتای خود علوی چیزو گوش کنید. این نوریالا اصلا آخوند بوده، میخواسته آخوند بشه، حالا بعد میفته تو سینما و فیلم و اینها، و بعدم که تو کار سیاست، سیاستی که آخرش اینه، و اینا خودشون تو همه آشی هم وارد میکنن، از نمیدونم سد سیوند فارس گرفته تا پاسارگاد شیراز گرفته، و هیچ پخی هم تا امروز نشدن. بله، اینها هم یکی از اونایی هستن که وقتی میان اون با اون لاس میزنه، اون با اون لاس میزنه، و میان 3-4 روزی دور هم جمع میشن میرن، احتمالاً این پولا رو هم یه جایی در میارن، از یه جایی میگیرن. خیلی ممنون. آقای ابهری کجا بودی؟ غائب بودی یا؟ خوشحالم که در سال نو با ما هستی. ایشون هم مثل که داشت موو میکرد و اینا. آقا موو کردن تو این سن و سال چقدر سخته. مردیم، ما هنوزم تموم نشد، دیگه این هفته امیدوارم تموم بشه. 3 ماه هست ما داریم موو میکنیم. آخه 26 سال از آپارتمان رفتیم تو خونه های بزرگتر، هی خریدیم، هی جمع کردیم، حالا اینا رو دلمون نمیاد دور بریزیم. هی میگه حالا بیا بذارش اینجا، حالا فردا میزنیمش اونجا، فردا میزنیمش اینجا، فردا میزنیمش اونجا. بریزید دور، خودتون رو رها کنید. گفت تن رها کن تا نخواهی پیرهن. حالا منم این کراواتم رو در بیارم که خیلی گرم شده. ممنون از دوستی که تعداد بسیار زیادی کراوات برای ما گذاشت توی اون به اصطلاح جعبه مخصوص و پست کرد، و من به خودم قول دادم که تا این کراوات ها رو همه رو روز به روز استفاده نکنم، سراغ کراوات های خودم نمیرم. بله، میگه از افغانستان تا کویت تقلید از گوگوش با اضافه های محلی. خب ببینید، ملت های بدبخت اینه، یه مدت تقلید از خارجی ها میکنه، بعد تقلید از اونا میکنه. ما از فرانسوی ها، اون خانمه کی بود؟ خواننده بود، رومینا پاور و نمیدونم اینا بود، بعد گوگوش میاد، حالا افغانی ها و نمیدونم اون پاکستان و فلان، از اون یعنی بدبختی در بدبختی. میگه کاکو تو حالا فکر کردی که این فکر چیه که با یک کلمه مقشوش میشه و خواب از چشمانت میپره؟ حتما میگی این پتیک حالا اسخل شده، خب یا شادم اسخلتر شده. کله سحری چه حرفا میزنه؟ قرار بود یه نقشه ساختمونی رو به من 20 روزه تا 25 روزه بده یه مهندسی. از خوشحالی نصف پول نقشه رو همون روز اولم بهش دادم، که حتما که خودشم تعجب کرد. حالا دیشب آرشیتکت میگه فردا اگه خونه هستی من بیام تا مهندس ساختمون رو ببینه. والا چی بگم، این 31 روز کجا بودی؟ پول گرفته، خب پول رفته خرج کنه، حالا که بی پول شده اومده سراغه. از این چیزها انقدر کشیدم، از این بدقولی کانترکتور. حتی تو ایران معروف بود، میگفتن این بناها یه دونه ماله و یه دونه بیل و یه دونه تشت ندارن، و شما دلخوش به این نباشید که میاد تشتش و مالش رو میذاره تو خونه شما. این 3 تای دیگه هم تو خونه دیگران گذاشته و به اونا هم قول داده که از فردا شروع میکنه. بله، امیلسان آجاد پکان. والا این آقای، این خانم امیلسان که گل سنگم رو خون، با آقای انوشیروان روحانی آمدن اینجا و من واقعا خیلی افسوس خوردم که این گل سنگم مال آقای زنگنه، نه درست میگم بیژن، نه زنگنه بگو دیگه،
گل سنگم گل سنگم که ستار با اون قشنگی اجرا کرده، این خانم چگونه خرابش کرده. و اونایی هم که میرفتن کافه مافه که به جای گل سنگم چیز تنگم نمیدونم فلان میگفتن بمانند، در صورت اینم بدبختی ملل های عقب افتاده است. و اما ساعت 3:24، من از 3:30 بیشتر نمیتونم اینجا باشم. الیزابت وارن سناتور دموکرات خواستار استیضاح ترامپ شد. این خانم گفت با وجودی که من میدونم که اگر من این کار رو شروع کنم باعث میشه که دیگه نماینده نشم، ولی من به اصطلاح پرینسیپال یا اون وجدان و شرف و اینها رو بالاتر از چیز سنفی و سوء استفاده های کاری و اینها میدونم. اینم از این. این عکسی که آقایی به نام بندر بندری گذاشته من یاد آقای اکبر اکبری میذاره. بهتون گفتم هر وقت اسمای اینجوری من میبینم، مثلا امید امیدوار، نمیدونم بیژن بیژنی، میگم این چیه، بابا مامانش اسم دیگه‌ای بلد نبودم. در صورت اینم آقای بندر بندری دو سه روز میاد اینجا، فکر کنم همون دوست اون آقای اکبر اکبری هست، چون عکسش هم همون. البته این عکس ها وقتی عکس سیاه‌سفید هممون رو میگیریم با سیبیل و اینا همه شکل هم هستیم. و اما میگه که نو کامنت، این عکس رو نشون میدم و ببینید سرنوشت کشورهایی که هی گفتیم چرا تونس تونس، چرا لیبی تونس، ما نتونستیم. این هم آخر و عاقبتش. میدونید که یک مصاحبه کردن با هیلری کلینتون و گفت وی کیم وی سا اند هی داید، ما اومدیم ما دیدیم و اون مرد. این مرده قذافیه که چه قیافه کریه المنظری داشت، اینی که جوونیش به اون قشنگی خوشتیپی، این آخر عمری، این موهاش که مثل چی بگم دم اسب، والا اسبم قشنگه، صورتش اونجوری زشت با این اعمال زشتش که هر جا میمد باید چادرش هم بیاره. مردک تو میخوای چادر زندگی کنی، تو هم لیبی بمون، تو هم صحرا بمون، ولی میومد تو واشنگتن شطورش هم میوردن، باید صبح از شیر شطور نوش جان کنه. و چجوری بهش دادن نوش جان کرد، تیر میدونید که کجاش زدن، برید فیلمش رو نگاه کنید ببینید. دوستان عزیز اجازه بدید 2-3 دقیقه دیگه مونده با این تموم نکنیم، یه فیلمی چیز دیگه هست بهتون نشون بدم. نه عکسای برنامه چهارشنبه است اینجا و یه خبرم، بله، پاسخ استاندار خوزستان در مورد حضور، بعضی ها میگن 8 دل شعبی، بعضی ها میگن 8 دل شعبی، من تلفظ این درست نمیدونم و این رو هم هرچی دلتون میخواد تلفظ کنید مهم نیست. میگه جماران استاندار خوزستان توضیحاتی را در خصوص دلیل و کیفیت نیروهای 8 دل شعبی در ایران بیان کرد. غلامرضا شریعتی در گفتگو با جماران درباره علت حضور نیروهای زمین در مناطق سیلزده خوزستان گفت از آنجا که آب در خوزستان به صورت بطعی خارج می شود، بطعی و بطنی نمیدونم، و زمین مسطح است، شهرهای زیادی درگیر سیل هستند، از این رو ما نیاز به ماشین‌آلات داشته و این موضوع را نیز از قبل اعلام کردیم. از همین رو برادران عراقی ما یک سری ماشین‌آلات نظیر بیل مکانیکی، کمپرسی و آمبولانس آوردند. آنها حتی بیمارستان صحرایی نیز آورده بودند که به آنها گفتم به بیمارستان صحرایی نیاز نداریم، همچنین گفتم که به این تعداد آمبولانس احتیاج نداریم و لذا تعدادی از آنها را برگرداندند. وی افزود به آنها گفته بودیم که 30 بیل مکانیکی نیاز داریم، اما آنها 20 دستگاه آوردن و منتظر هستیم که 10 دستگاه دیگر نیز بیاوره. یه فیلمی روی اینترنت میچرخه که یکی از این شبه نظامی ها فکر کنم تو تهران فضولی کرده و اومده به یه خانمی گفته حجاب تو اینها، خانمه با شجاعت جلوش که وای میسه هیچ، بعدم مردم میان میگن تو به تو چه غلط میکنی فلان، اینها جلوش وای میسن. حالا این ماجرای ترامپ، ماجرای قرار دادن سپاه در لیست تروریستی، ماجرای ورود عراقی ها به ایران به کجا خواهد رسید من نمیدونم، باید
به اصطلاح دید و یا باید ساب کرد و دید. و اما اون ویدیویی که بهتون گفتم آقای کاووسی فرستادن، ممنون، اینجاست بهتون نشون میدم. ضمناً من روز چهارشنبه هفته گذشته قرار بود با یه آقایی که دیدم ایشون کاراته کار میکنه، از اون و به نظر میاد نظامی و اینا، اینام که میدونی هر کدومشون یه ارتش یه نفره دارن و میگن ارتش فلان فلان، گفتیم یه مصاحبه بکنیم. بعد به آقا گفتم آقا قرار بود با ما تماس بگیری، گفت آره چون این نیروهای عراقی وارد ایران شده بودن من برنامه‌ام عوض شد. مرد حسابی، برنامه‌تم عوض میشه، باید اون برنامه‌ای که داری به اونا تماس بگیری. بعد براش نوشتم آقا نگاه بکن، تو ادعا میکنی ورزشکار هستی، مرتب هستی، منظم هستی، نظامی هم هستی، یه قراری رو نمیتونی نگه داری. اون وقت میخوای به 80 میلیون ایرانی دستور بدی که چه کار کنن و بیان دنبال تو، اقلن از خودتون خجالت بکشی. در صورت اینم ماجرای ما بود با این آقای جواد آقا که فامیلشو نمیگیم تا بعد. دوستان عزیز این ویدیو رو نگاه کنید، این آقا حشیش کشیده وایستاده اینجا و این تابلو قرمز رو میبینید، وایستاده که این تابلو سبز بشه تا حرکت کنه. بله، میگه که فیلم را هم دیدم ولی سوال میلیونی اینه که حشد شعبی از کجای فیلم استنباط شده. خیلی سوال خوبیه، راست میگی، شاید از اون ماشینایی که اون جلو بود نشون میدادن. اون ماشینا رو که من دیدم مثل ماشینایی بود که اینا آورده بودن. خب سوال معتبریه، نگاه میکنم دوباره با هم صحبت میکنیم. خیلی ممنون. و اگه سال نو رو امسال بهتون تبریک نگفتم دیگه، ما معمولا اردیبهشت سال نو رو میذاریم کنار و به فکر امسال هستیم. به شما تبریک میگم، امیدوارم سال خوبی رو آغاز کرده باشید، هر روز بهتر از دیروز، فردا بهتر از امروز، و حمایت از تلویزیون مردم دوستان فراموش نشه. بریم با همین فیلم رو ببینیم و با این فیلم من از شما خداحافظی میکنم. 90 دقیقه با سربی، روز روزگار بر شما خوش. Well, you've been stopped here for 15 minutes. Can you tell me why that is? We're waiting for the stop sign to turn green.